اول پتروس فصل پنجم. من که یک رهبر کلیسا هستم و شاهد زحمات مسیح بودم و در آن جلالی که قرار است به زودی ظاهر شود شریک و سهیم خواهم بود، از شما رهبران کلیسا تقاضا می کنم از گله‌ای که خدا به شما سپرده است چوپانی و مراقبت کنید و کاری که انجام می دهید از روی اجبار و زور نباشد، بلکه چنان که خدا می خواهد آن را از روی علاقه و رغبت انجام دهید، نه به منظور فایده شخصی بلکه با حسن نیت و علاقه. کوشش نکنید بر آنانی که به دست شما سپرده شده اند خداوندی نمایید، بلکه برای آن گله نمونه باشید و شما در وقتی که چوپان بزرگ ظاهر می شود تاج پرجلال را خواهید ربود که هرگز پژمرده نمی شود. به همین طریق شما که جوانتر هستید باید تابع رهبران کلیسا باشید و همه شما قدیفه فروتنی را به کمر بسته یک دیگر را خدمت کنید، زیرا خدا مخالف متکبران است اما به کسان فروتن فیض می بخشد. پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت مناسب سرفراز نماید. بار تمام تشویش های خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شما هست. هوشیار و متوجه باشید، زیرا دشمن شما ابلیس چون شیر قرآن به هر سو می گردد و در جستجوی کسی است که او را قرد کند. با قدرت ایمان در مقابل او بیستید، زیرا می دانید که برادران شما در تمام دنیا به همین زحمات دچار شدند، اما پس از این که اندک زمان رنج و زحمت دیدید، خدا که بخشنده تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال ابدی او شریک شوید، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت. قدرت تا به ابد از اوست. آمین. این رساله مختصر را با کمک سیلوانوس که او را یک برادر وفادار می دانم نوشتم تا شما را تشویق کنم و با آن فیض راستین خدا که در آن استوار هستید شهادت بدم. کلیسای شهر بابل که مثل شما برگزیده خدا هست و شما سلام می رساند و همچنین پسر من مرقس سلام می رساند. یک دیگر را با بوسه محبت آمیز سلام گویید. صلح و سلامتی با همه شما که با مسیح متحد هستید. باد.